سلامی چوبوی خوش آشنایی، درود و عرض ادب محضر شما بینندگان عزیز در همه جای جهان، خاصه محضر شما خوبان در مام میهن ایران زمین. برنامه امشب دوشنبه 29 مهر ماه ایرانی رو بسانه همه شبها در طول هفته با نگاهی بر سرفصل همه مطالب و موضوعات منتخب می گشاییم در دوشنبه شبی نو در آغاز هفته. ادامه کشمکش ها و مجادله ها میان جناح‌های مختلف نظام جمهوری اسلامی حول رفراندوم، خیز مردودین ملت برای رسیدن به صندلی های مجلس و ریاست جمهوری، شایعاتی زد و نقیض از مرخصی حسین فریدون برادر رئیس جمهور ایران تنها ساعتی پس از حضور در زندان، در حوزه اقتصاد اعطای کمک‌های مالی متعدد به خودروسازی در حال احتضار ایران از سوی دولت، در عرصه ستیزهای هسته‌ای و جدل‌های برجامی آماده شدن جمهوری اسلامی برای تعلیق بخش دیگری از تعهدات برجامی تا 15 روز دیگر، و در حوزه سیاست‌های منطقه‌ای خبرهای از آزادسازی 700 میلیون دلار از پول بلوکه شده ایران از سوی امارات متحده عربی، و بالاخره واکنش ها به اعتراضات چند روزه لبنانی ها نسبت به فساد و بیکاری و شعارهایی از سوی شهروندان علیه حزب الله لبنان، سرفصل اهم مطالب منتخب و موضوعات برگزیده امشب دوشنبه 29 مهر ماه ایرانی برابر با 21 اکتبر 2019 میلادی است که در طول کمتر از 30 دقیقه پیش روی به آگاهی شما بینندگان عزیز خواهد رسید. درودی دوباره محضر شما همراهان ایران فردا، با یکی دیگر از سلسله برنامه‌های شامگاهی و خبری تحلیلی صفحه یک مهمان خانه‌های شما هستم که خب آگاه هستید همه شب 5 شب در طول هفته با مروری بر رسانه‌های اصلی چاپ تهران زوایای تازه‌تری از حوزه‌های سیاست، اقتصاد و اجتماع و بعضاً تحولات منطقه‌ای ایران رو از بین سطور مطبوعات می‌کاود. همینک و در آغاز دفتر شامگاهی صفحه یک رو با دور جدید مجادلات و کشمکش ها در میان لایه‌های مختلف قدرت در ساختار جمهوری اسلامی، این بار به بهانه همه پرسی و رفراندوم آغاز می کنم که بعد از سخنان هفته پیش حسن روحانی در مورد ضرورت رفراندوم، همچنان این نزاع‌های جناحی سیاسی وجود دارد، شدت یافته و تاکنون نیز ادامه یافته است. نگاه مطبوعات را میخونیم که با هم در یک تقابل خاص به سر میبرند. از جمله روزنامه ایران ارگان دولت در مطلبی تحت عنوان گره‌گشایی با دانشگاه و صندوق رأی نوشت که ده‌ها مورد وجود دارد که 40 سال است در جمهوری اسلامی در مورد آنها بحث میشود و بایستی دانشگاهیان در مورد این مسائل نظر دهند و اگر باز هم به نتیجه نرسیدیم بایستی همه پرسی کنیم. خب ایران تریبون دولت هست، از ضرورت همه پرسی حرف زد. البته روزنامه ایران سخنان آقای زیبا کلام رو منتشر کرد که آگاه هستید به نام ایشان، به عنوان استادی دانشگاه عمدتاً حضور می‌یابد، که ایشان گفته بود ضمانت امنیتی برای اساتید دانشگاه وجود ندارد که در مورد مشکلات ایران حرف بزنند. این استاد دانشگاه در ذکر مصداق اشاره کرد اگر به فرض یک استاد بهداشت در حین صحبت درباره مسائل بهداشتی بپرسد که 10 سال گذشته چقدر از منابع صرف مسائل نظامی و چقدر بهداشتی شده، یا یک متخصص آموزش و پرورش بپرسد مثلا چرا آموزش و پرورش ما بیش از تأکید به آموزش به مسائل عقیدتی و ایدئولوژیک تأکید دارد، بیان این مسائل برای این متخصصین مشکل ایجاد می‌کند. با همین زمینه در سوی دیگر ماجرا روزنامه کیهان اما نگاهی متفاوت داشت که
خب این روزنامه رو میشناسید، از اصلی ترین روزنامه های جناح راست است، منتقد دولت روحانی است. با انتشار مطلبی تحت عنوان اتاق فکرهای دولت به فکر مردم باشد نه جنگ روانی با ملت، عملا حسن روحانی رو متهم کرد که به جای پرداختن به مسائل اصلی مثل معیشت به دنبال حاشیه سازی است. این روزنامه همچنین با انتشار یادداشتی به قلم خود حسین شریعت مداری مدیر مسئول کیهان تحت عنوان آقای روحانی نیم متر پارچه سفید هم کافی است، مدعی شد که هدف آقای روحانی از رفراندوم مذاکره و تسلیم در برابر آمریکا است. حسین شریعت مداری در این مقاله خطاب به آقای روحانی عنوان کرد که تسلیم که به رفراندوم و مذاکره نیاز ندارد. برای تسلیم شدن نیم متر پارچه سفید کافی است تا در مقابل آمریکا روی دست بلند کند. اما در همین رابطه، در همین حال، روزنامه آرمان که به طیف‌های اصلاح طلب و تحول خواه نزدیکتر هست در مطلبی تحت عنوان دروغ حد اکثری علیه دولت مدعی شد محافظه‌کاران با دروغ سازی به دنبال ضربه زدن به دولت هستند. روزنامه آرمان ملی همچنین در بخش دیگر از مطلب خود اشاره کرد یکی از دلایلی که باعث شده دلواپسان هر روز بیش از روز قبل به دروغ سازی علیه دولت مشغول شوند، ضعف رسانه‌ای دولت در پاسخگویی به این دروغ پردازی هاست. خبرها و نظرها رو با تحرکات برخی از چهره‌های نزدیک به حکومت برای رسیدن به کرسی‌های مجلس و همینطور ریاست جمهوری در ایران پی می‌گیریم که عملاً البته اعتباری در میان شهروندان ندارن و فقط مورد تایید شاخک‌های نظامی و یا فقیهان جمهوری اسلامی هستند. علی حال روزنامه مستقل در مطلبی تحت عنوان کنارگیری عارف از انتخابات 98 خبر داد که محمد رضا عارف در انتخابات مجلس آینده شرکت نمی کند و گویا در نظر دارد که در انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 حضور یابد. البته روزنامه مستقل در انتقاد از عملکرد محمد رضا عارف به نقل از آقای ناصری یکی از فعالان اصلاح طلب نوشت که ارزیابی امروز از فراکسیون امید بسیار مردود و منفی است و عارف هم کمتر عمق سیاسی تحولات رو میبیند و حتی مدیریتش هم نشان داد که نمیتواند یک مجموعه درون پارلمان رو پویا و فعال نگه دارد. با همین زمینه و مضمون روزنامه شرق در مطلبی تحت عنوان ترجیح پاستور به بهارستان خبر داد که چشم عارف و علی لاریجانی به دنبال صندلی ریاست جمهوری است. شرق البته چهره های محافظه‌کار و تندرو رو هم از قلم نینداخت، جایی که مدعی شد محافظه‌کاران به دنبال این هستند که قالیباف شهردار پیشین تهران که از قضا تخلفاتی زیادی هم در شهرداری تهران داشته رو به ریاست جمهوری برسانند. و از سوی دیگر سعید جلیلی، همان چهره نزدیک به دلواپسان که در انتخابات 92 خیلی هم با اقبال مردم روبرو نشد و شکست خورده بود، رو به ریاست مجلس هدایت کنند، که با این تحلیل و تفسیرها به نظر می رسد تمام چهره هایی که بارها عمل کردشان از سوی مردم رد شد باز هم قصد دارند در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری شرکت کنند و به تعبیری سهم مستمر رو بیشتری از سفره انقلاب بستانند. و اما واکنش ها به مرخصی زود هنگام حسین فریدون، برادر حسن روحانی، از زندان که گویی یا طرف پای به زندان نگذاشته آزاد شد و بیرون آمد و موجب واکنش خشم‌آلود افکار عمومی ایران شد. در این میان روزنامه سیاست روز که به اردوگاه اصولگرایان تعلق دارد در گزارشی تحت عنوان حسین فریدون زندان نرفته به مرخصی رفت، ضمن اشاره به سابقه از پرونده به اتهام‌های برادر رئیس جمهور نوشته بود که حسین فریدون که صبح روز چهارشنبه 24 مهر برای تحمل محکومیت 5 سال حبسش راهی زندان شد به مرخصی رفت.
سیاست روز همچنین از اینکه دادگاه حسین فریدون پشت درهای بسته تشکیل شد و پرونده او در دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی بررسی نشده بود نیز از قوه قضایی ایران انتقاد کرد. باز با همین زمینه و مضمون روزنامه جهان صنعت هم در مطلبی شبه طنز با عنوان فریدون رو وانکرده پس فرستادن نوشت که آقای فریدون برادر رئیس جمهور فوق محبوب کشور صبح روز چهارشنبه بعد از بدرقه مفصل اعضای هیئت دولت و استقبال گرم مسئولان زندان اوین برای تحمل مجازات خود وارد این زندان شد، اما بعد از گذشت 4 روز به مرخصی آمد. طنز نگاشت بود به نحوی. محضر شما بینندگان عزیز اشاره کنم که هفته گذشته و به دنبال اعلام خبر زندانی شدن برادر رئیس جمهور ایران، آقای داوری، یکی از چهره‌های نزدیک به احمدی نژاد، در صفحه توییتر خود مدعی شد که حسین فریدون صبح چهارشنبه وارد اوین شد با فشار برادرش حسن روحانی، پس از ساعتی از زندان خارج شد. به هر روی، در حالی حسین فریدون که روز چهارشنبه برای گذراندن 5 سال حبس روانه زندان شد و بلافاصله به مرخصی آمد، که بسیاری از زندانیان حتی پس از گذراندن دوران‌های طولانی مدت در زندان نیز موفق به دریافت مرخصی نمی‌شوند. این هم تبعیض دیگر در نظام عدالت مدار ولایت فقیه است. صفحه 1 رو ورق میزنم با نگاهی به صفحات و ستونهای اقتصادی. وضعیت آشفته خودروسازی ایران هر روز وارد فاز تازه‌ای از بحران میشود. این بار علاوه بر تولید بیکیفیت، زمینه سازی رانت و فسادهای گسترده گویی موضوع و مضمون بحث رسانه هاست. ابتکار عنوان اصلی صفحه 1 خود رو با تیتر خودروسازهای گروگانگیر به این موضوع اختصاص داد و با انتقاد از صنعت خودروسازی کشور نوشت که زنگ خطر بحران در صنعت خودروسازی ایران خیلی وقت است که به صدا در اومده و در این میان هنوز راه حل مشخصی از سوی مسئولان مربوط برای برون رفت از این وضعیت ارائه نشده. حسب این گزارش نمی‌شود برای بیکار نشدن یک تعداد نیروی کار 80 میلیون نفر رو گروگان بگیریم و خودروهایی رو با آنها تحویل دهیم که هیچ کدام از استانداردهای جهانی رو ندارد. روزنامه تجارت هم در مطلبی تحت عنوان انتقاد از خودروسازی فشل سخنان آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی رو بازتاب داد که از کمک‌های متعدد مالی دولت به صنعت خودرو انتقاد داشت. به گفته رئیس بانک مرکزی، خودروسازان در طول سال‌های گذشته بارها نقدینگی جدید دریافت کردند، اما نه تنها بهبودی در عمل کردشان به وجود نیامد که حتی از انجام تعهداتشان نیز ناتوان ماندند. در واقع تسلسل باطل در چرخه تولید داخلی در نظام فقها. همینجا اومدن به ما قول دادن آقا این 6 ماه دیگه درست میشه. 10 بار گفتن 6 ماه دیگه درست میشه. 6 ماه دیگه درست نشده، بدتر هم شده. ولی پارسال برای اینکه حسن نیت خودم رو نشون بدم 4,000 میلیارد تومان ریالی، 840 میلیون یورو ارزی اختصاص دادیم. گفتم شما نقدینگی ندارید، چون بی انصافی میکنن این ور اون ور، بعضیا میگن من باید اون توضیح بدم. 844 میلیون یورو من گفتم به شما مثل السی خارجی میدم. شما مگه نمیری السی باز میکنی؟ یه سال دیگه بعد ارزش پس بدی دیگه. من از شما ریال نمیخوام. شما مشکل نقدینگی داری، من به شما 840 میلیون یورو قرض میدم، شما سال دیگه ارز منو پس بده، یا ریالی پس بده، ریال تو یه سال دیگه بده، یا ارزش پس بده، ریالی هم بدی مشکل نداره. یعنی در واقع من ریالی میخوام ازش. خب اومدن گفتن که خب چرا ما ریسک 1 سال آینده رو بپذیریم، شاید ارز فردا گرونتر بشه. گفتم یعنی شما به عنوان یه تولید کننده، به عنوان یه خودروساز که هر روز داری قیمت خودرو رو میبری بالا، ریسک تغییر ارزم نمیخوای بپذیری؟ یعنی بانک مرکزی باید بپذیره؟
بودی دوباره کماکان بیننده برنامه شامگاهی صفحه یک از ایران فردا هستید. خبرها و نظرها رو با آخرین ستیز و گریزهای هسته‌ای جمهوری اسلامی دنبال میکنم که گویا قدمهای آخر نظام برای خروج کامل از برجام با لغو تعهدات در چارچوب توافقنامه هسته‌ای با قدرت‌های جهانی وارد آخرین گامهایش میشود و به هر روی خروج رو کلید زدند. در این رابطه روزنامه ها هم با زوایای مختلف به ارائه مطالب پرداختن، از جمله مردم سالاری رو می دیدم که در مطلبی تحت عنوان آغاز گام چهارم کاهش تعهدات برجامی ایران احتمالاً 15 آبان به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرد که دو ماهه تعیین شده از سوی ایران در گام سوم 15 آبان تمام می شه. و موعد اجرای گام چهارم کاهش تعهدات هسته‌ای از سوی جمهوری اسلامی در همین روز فرا خواهد رسید. به نوشته مردم سالاری، کمیته هایی در دولت تشکیل شده که بررسی می کند که چه نوع اقداماتی رو متناسب با شرایط برای برداشتن گام چهارم می توان در دستور کار قرار دهند. مثلا در این رابطه خاص مایلم یادآوری کنم که پیش از این آقای عراقچی هم عنوان کرده بود که در گام چهارم جمهوری اسلامی در واقع درصد غنی‌سازی اورانیوم رو افزایش خواهد داد که آغاز یک چالش وسیع هم می شود و این موضوع قطعا با واکنش کشورهای اروپایی روبرو خواهد شد و سه کشور آلمان و انگلیس و فرانسه حتی به یاد داریم که با انتشار بیانیه‌ای خواهان عدم اجرای گام چهارم کاهش تعهدات هسته‌ای از سوی جمهوری اسلامی شده بودند و حتی ایران رو به خروج از برجام تهدید کردند که آنها خروج کنند قطعا روزگار جمهوری اسلامی سخت‌تر از کنون خواهد شد. به تحولات منطقه‌ای هم نظری گذاری می‌کنم که بوی آشتی بیشین از سواحل خلیج فارس به مشام ایران می‌رسد. این بار امارات باز نشان آشتی و علامت مهر بلند کرد تا جایی که حتی مطبوعات داخل ایران هم از تغییر رفتار امارات در مقابل جمهوری اسلامی سخن میگویند که با آزاد کردن 700 میلیون دلار از دارایی‌های ایران توسط این امیرنشین نکته‌های نو نوشتند. از جمله آفتاب یزد در مطلبی تحت عنوان امارات نرمش یا چرخش به برخی تغییرات در سیاست‌های امارات عربی متحده در قبال جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و این اقدامات رو نشانه ای از چرخش این امیرنشین و نزدیک شدن به ایران توصیف کرد. البته خب در واقع تدبیر کشورهای منطقه است برای کاهش بحران. این روزنامه همچنین سخنان یکی از نمایندگان مجلس رو بازتاب داد که خبر داد امارات 700 میلیون دلار از پولهای بلوکه شده ایران رو آزاد کرده و حتی صرافی‌های بسته شده ایرانی دوباره فعال شدند. این نماینده مجلس توضیحی درباره زمان آزادسازی این پول‌ها اما نداد، فقط گفت که چون اماراتی‌ها خودشون رو سوئیس خاورمیانه می‌دانند متوجه شدند که در صورت نبود امنیت نمی‌توانند کاری بکنند و کشورهای غربی و عربستان نمی‌توانند امنیت این کشور رو تأمین کنند. ادبیاتی به غایت لومپن اوباشانه و تهدیدآمیز که یعنی مثلا ما تهدیدات و گردنکشی‌های ما جواب داد و اینها ترسیدند. نکته جالب این که خبرگزاری جمهوری اسلامی و حتی خبرگزاری مجلس ایران پس از انتشار این خبر به طرز غیر مترقبه‌ای بدون هیچ توضیحی این خبر رو حذف کردند. محضر شما بینندگان عزیز بایست اشاره کنم که طی هفته‌های اخیر مطبوعات ایرانی بارها از چرخش امارات به سوی ایران خبرهایی رو منتشر کرده بودند و این احتمال هم وجود دارد که آزاد شدن 700 میلیون دلار پول بلوکه شده ایران که خبرش توسط یک نماینده مجلس فاش شد بخشی از تغییر رفتار امارات یا به تعبیر دیپلماتیک بخشی از حسن رفتار امارات در رابطه با جمهوری اسلامی ایران باشد. اما موضوعات مهمی همچنان بر سر روابط ایران و امارات مثل تحریم‌های آمریکا باقی هست و با چرخش و نرمش امارات الزاماً این مشکلات مرتفع نخواهد شد. و برنامه شامگاهی صفحه یک رو با نگاهی به اعتراضات چند روزه در لبنان به پایان میبرم.
که این موضوع هم متوجه بسیاری از روزنامه های چپ تهران قرار گرفت. البته هر جا سخن از لبنان باشد به هر روی پای ایران یک گرهگاهی دارد. روزنامه همدلی که از روزنامه های نزدیک به اصلاح طلبان هست در مطلبی تحت عنوان عقب نشینی در برابر انقلاب واتسپی گزارشی از پیامدهای تظاهرات 4 روزه در لبنان رو منعکس کرد. از جمله نوشت که احتمالاً طرح سعد حریری نخست وزیر لبنان برای اصلاحات اقتصادی بتواند معترضان رو راضی و اعتراضات رو خاتمه دهد. این روزنامه به موضوع تعیین مالیات برای استفاده از تماس تلفنی برنامه واتساپ توسط دولت لبنان اشاره کرد و این موضوع رو در واقع جرقه اولین اعتراضات دانست و نوشته بود که به همین دلیل هم این اعتراضات انقلاب واتساپ نام گرفت. در سوی دیگر روزنامه جامع جم وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی و نزدیک به محافظه‌کاران در مطلبی تحت عنوان حاشیه‌های زندگی یک اعتراض نوشت که چندین شهر لبنان در روزهای اخیر شاهد اعتراضات مردمی بودند که در برخی مناطق این اعتراضات به آشوب کشیده شد. در این رویداد هزاران نفر از مردم لبنان در روزهای اخیر در اعتراض به افزایش مالیات ها به خیابان ها آمدند و دولت رو به فساد متهم کردند. این روزنامه که به نحوی زنها سعی داشت که مثلا کشورهای دیگر رو مسبب اعتراضات در لبنان بداند، به نقل از فردی به اسم سعدالله زارعی که قبلا تو کیهان می نوشت به یاد دارم، ایشون رو کارشناس منطقه معرفی کرد و به نقل از وی نوشت که هرچند تا کنون نشانی از دست داشتن کشورهای منطقه در برپایی این اعتراضات به دست نیامد، اما ممکن است در آینده نشانه ای از نقش داشتن برخی دولت‌های خارجی در این اعتراضات پیدا شود. همان توهم توطئه همواره کیهان اندیشی و کیهان نشینی. این روزنامه نزدیک به جناح راستی‌ها مدعی شد که مثلا اسرائیل از آشوب در همسایگانش بهره‌مند می شود، یعنی هر جا در واقع در کشورهای همسایه در همسایه فلسطین آشوب باشد، این سبب می شود مثلا اسرائیلی ها بتونند کارهای خودشون رو در محیط ناامن انجام دهند. تئوری بقا در نزاع که ذات جمهوری اسلامی است تعمیم می دهند به نحوی. علی حال بایستی اشاره کنم محضر شما بینندگان عزیز که در اعتراضات 4 روز گذشته در لبنان مردم نسبت به فساد مالی، فقر، بیکاری و سیاست‌های مالی دولت اعتراض داشتند و بعضن شعارهایی هم علیه گروه موسوم به حزب الله لبنان سر داده شد و تظاهر کنندگان به برخی از دفاتر این گروه شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی نیز حمله کردند که جالب اینجاست هر جا پای و نام جمهوری اسلامی است گویا مورد انزجار بیشتر شهروندان آن سرزمین است. و با این مطلب وقت برنامه امشب من به پایان میرسد. تا شامگاه فردا در ایران فردا، بامداد روشن، آسمان آبی، بدرود.